آخر ساخت و ساز و توسعه کارهای ابتدایی سرک دیمزنگ هلا کوتی سنگی شروع شد. 5 متر در وسط به خاطر نمی درختها و پای برق گلدان داده. پشت از این یک سرک است. پشت سرک این سرک اومی است، کرجوی است. او سای آبرو است. در پالوی آبرو یک متر باز گلدان خرد است که مقبولی این سایه در نظر گرفته شده. پشت از این باز یک کرجوی است. پشت کرجوی باز بایسکلوی است، گلدان است ببخشی، پشت گلدان بایسکلوی است. فایبر نوری ما از این مسیر تمدید گردیده از مرکز مخابرات به می مسیر رفته که تو برتان بگویم که حتی به میدان شهر و غزنی و قندهار از این مسیر ما به دیگه ممالک هم کنکت هستیم. این رنگ القوی افغانستان است، فایبر نوری مربوط به افغان تلکام. فعلا اینجا ما آمدیم که مراقبت از این فایبرهای خود بکنیم که قطع نشه. طریق قصه سخنگوی شهرولی ما شنیدیم یک سرک بسیار فوق العاده است در سطح شهر کابل. اولی سرکی شاید باشه که بسیار مقبول باشه. دو سرکی که سابق است، دو سرک آمد میشه از کوتی سنگی به دیمزنگ. این دو سرک نو که ما میسازیم آمد به از دیمزنگ به کوتی سنگی میشه. این برای زن مرد فرض است. اگر بهت شبک حکومت می کار را کنه که دخترها را مجازه بتن به تحصیل کردن کار خوب بهتر خوب تر است، چون یک جامعه ضرورت به دکتر دارن، به هر سو حساب دارن. از طبق قانون ما شما میتونیم که دکتر داشته. آخر ساخت و ساز و توسعه کارهای ابتدایی سرک دیمزنگ هلا کوتی سنگی شروع شد. سلام و درود هموطنان عزیز، آرزومند هستم که جور و صحتمند سرحال باشین. امروز قرار است که خبرهای نوید بخش را در این گزارش به شما ارائه بکنیم و قسمی که شما هم بیننده هستین، ما آمدیم در ساحه دیمزنگ که شروع از این پروژه از سرک دیمزنگ هلا ختمش کوتی سنگی هست و خوشبختانه که تغییرات بسیار زیاد را ما در این سرک احساس میکنیم در این پروژه و متاسفانه سالهای زیاده به دلایل مختلفی ساخت سازی سرک صورت نگرفته بود. سرکی که ازدحامش فوق العاده زیاد بود و در این ساحه یکی از پروژه های دشوار هست که دوائر دولتی فوق العاده در این ساحه زیاد بود و تخریبات این ساحه هم بیشتر بود، ولی امروز خوشبختانه که تخریبات تمام شد. گفته میشه که کار دشوار از این پروژه هم خلاص هست و کارهایی است که در نه چندان دور در همین نزدیکی ها ما و شما شاهد تغییرات کلی از این پروژه می باشیم. ای که خبرهای خوش چی هست و تغییراتی که در این پروژه از سابق تا به حال ما و شما امروز شاهد هستیم را میخواییم در امی برنامه بگنجاییم و میرم در با انجینیر صاحب و عامر پروژه امی پروژه که صحبت بکنیم که کاری پروژه در کجا رسیده و چقدر وقت دیگر در بر میگیره تا این پروژه تکمیل شود. هموطنان عزیز، قسمی که گفتم خبرهای نوید بخش مرتبط به ساخت ساز سرک دیمزنگ الا کوتی سنگی خبرهای خوش هست و خوشبختانه من هم مدیر یا مو مسئول پروژه عامر پروژه میشین، درست؟ عامر پروژه همی سرک دیمزنگ الا کوتی سنگی را پیدا کردم و خبرهای خوش را و در مورد توسعه و پیشرفت از این سرک اینا ما همکاری میکنن. اینجا صاحب سلام بر شما، آرزومند هستم جور و سعدمند سر حال. سلام علیکم، خوش آمدید، هر وقت بین خوش هستم که شما را باز میبینیم. میشه معرفی بکنیم برای هموطنان ما؟ نام من انجینر قاسم راحل هستم، مسئول پروژه کوتی سنگی دیمزنگ. سرک طول سرک ما 3.26 کیلومتر است و تقریبا 14 ماه دیروشنی از این پروژه است. تقریبا 3-4 ماه گذشته و بدبختانه اگر مشکلات اجتماعی که داشتیم حل شده، ولی شما عملا دست ها میبینین کارش انشاءالله به صورت جریان داره. ما روزانه تقریبا تا 60-65 ماشینری داریم و 200 تا 250 پرسنل که ماهر و غیر ماهر کارگر هستند. ما دو شیفت کار میکنیم، از طرف شب و روز، دیگه از طرف روز کانکریت ریزی و مثلا کندنکاری و هموارکاری و کمپکشن و
و از طرف شهر و باستان ها ما کنندکاری داریم، چون عدس های دیمزنگ و کوتیسنگی بیروبار زیاد است و ما تنها کنندکاری را از طرف شهر انجام میتیم و دیگه کار از طرف روز. چقدر خوب. دقیقا این پروژه یکی از جمله پروژه های دشوار بود. در این ساحه خانه ها و دوائر دولتی بسیار جا تخریب شد و خوشبختانه که بلا فاصله از تخریبات امروز خبرهای خوش همی هست که کارهای ابتدایی ساخت و ساز زیرزمینی شروع شده و قسمی که شما هم بیننده هستین کارهای آبروایش هست فعلا، درست است اینجور صاحب؟ بله بله. غیر آبرو دیگه کدام کارها رو فعالیت ها رو شما انجام میدین در این سرک؟ بعد از کنندکاری لایه های اساسی سرک است که سبیس است، سبگرید است، سبیس است، بیسکورس است. ما عملا دست ها شما میبینین ما سبگرید شروع کردیم و ما سر سبا دیگه سبا ما سبیس هم میاریم تستازی پاش و دیگه لایش هم دو لایه دیگه داره او را سلش انشالله انجام میتیم و ما یک گرزو و خواهش از اماتان عزیزی است که حوصله مندی کنم رای ما به خاطر از اینکه ساخت و ساز همراه خود یکان مشکلات و گرد و غبار و رابندی و چیزهای همراه خود داره، یک چیزی را که جور میکنی مجبور یک چیزی را مثلا از اثبت ما دیگه. خواهش ما از تمام نمی اماتان عزیز مایی است که حوصله مندی کنم رای ما که خدا نخواسته کدام بدوای و ما کوشش نهایی خود میکنیم که این پروژه را به وقت خود دیروشانی که از طرف شهروالی برای ما داده شده به او ختم کنیم. خب باز متاسفانه پیش از یک دان مشکلات زیاد بود، ولی انشاءالله مشکلات ما 80 تا 90 شنل شده، ما مشکل نداریم، سفتکاری ما زیاد شده. خب انشاءالله تا آخر تا شروع زمستان این سرک انشاءالله به توکل خدا و به یاری هموطنان عزیز انشاءالله به بهره برداری سپرده میشه و انشاءالله زمستان انشاءالله تمام مردم از سرک به بسیار درستی استفاده کنه که انشاءالله لگال به دعا میکنه مردم انشاءالله خدا میربانه که زمستان دعا کنه پس بر ما. در اول پروژه دقیقا ما هم شاهد مشکلات و دشواری هایش بودیم که هموطنان ما رضایت خاصی نداشتن، ولی چون فکر میکردن تنها تخریب میشه ولی از ساخت ساز خبر نیست، ولی امروز خوشبختانه که ساخت ساز جریان داره و ما هم خواهش میکنم در کنار اینجور زب خواهش میکنم که از صبر و بردباری کار بگیرین و تحمل بکنین تا بالاخره که به موعدف برسیم که انشاءالله که میرسیم هم و از شروع پروژه بر ما بگوین تا به حال چقدر وقت شده زمانش؟ 4 ماه شده. محترم بخش پروژه سرک یک آلت داره که کندنکاری ازی و جویره و یا آبروی ازی که درنیج میگن، اگر وقت پروژه سرک دو کار تکمیل شود که یک اسکویشن است که ما تقریبا 90-95% انجام دادیم و یک مثلا آبرواز که اینم تقریبا تا 60-70% رساندیم، از لیسی غازی شروع کردیم انشاءالله در 3-4 روز در دیبوری میرسه 2 کیلومتر تکمیل میشه سرک ماسیه شهر 2 کیلومتر است 1 کیلومتر میمانه، او را انشاءالله در می یک ماه آبرواز مکمل ما تکمیل میکنیم. در پروژه سرک سختترین کارش این دو کار است که یک کندنکاری است و آبرواز بعد از این لایه است که ما میسازیم و پیش از این در کندنکاری اسکاوتور که کار میکرد زیر لاین آب بود، زیر پایپ آب بود، لاین برق بود، تجهیزات سابق دولت بود که او مثلا ما او را نمیتونستیم ببینیم چون زیر زمین بود. حال مشکل انشاءالله مشکل محل شده، ما میتونیم انشاءالله بعد از این لایه که حال بعد از این کار میشه او را خود ما میسازیم و لایه که پیش ما میکنیم که اسکویشن است او از سابق مانده بود که ما او را نمی دیدیم که چی رقم در زیر از چی هست. ما چندین بار به مشکلات برخوردیم، ما توان به آبرسانی رساندیم، توان به ریاست برشنا هم رساندیم، خب متاسفانه ما تو کدام دستگاه چیزی نداریم که زیر زمین ما ببینیم که اینجا چی هست. به او خاطر ما بازم خواهشم از تمام ارگانه دولتی است که همکار باشن ما که ما زودتر بتانیم این پروژه را بخیر به یک بهره برداری بسپاریم و ما بتانیم که یک دستاوردی خوبی در دوریشن پروژه که بر ما داده شده یا وقت پروژه که چند چقدر وقت است و نمور از صحیح درست استفاده کرده بتانیم دیگه. انشاءالله بال کارهای ما درست شده، انشاءالله اگر یک نیم ما بعد شما بیاین انشاءالله ایسا را به یک رقم دیگر انشاءالله شاید ببینین. این وعده را میتن تا یک ماه یا یک نیم ماه بعد چهره جدید از این سرک را هم شاهد می باشیم انشاءالله. پس انجینیر صاحب نظر به گپای شما دشواری های پروژه ختم است انشاءالله، کارهای سختش تمام هست و کارهایی که میتونه زودتر چهره پروژه را تغییر بده انشاءالله که امو کارا مانده و بلکل. کم هست بالکل. شما میتونین مثلا یک 1.2 کیلومتر که ما با پایین آمده کنین شما میتونین رو تصویر برداری کنین. عملا ماشینری ما دست
ساحه، هموارکاری ساحه، کمپکشن ساحه، کیورینگ ساحه، مثلا آبدهی ساحه، تمامش روان است. به طرف بالا ما تیم مثلا کالبندای ما کار میکنه، سیمتوا کار میکنه در بالا. ما عملا روزانه تا 2 الی 2.5 صد نفر در ساحه کار ماهر و غیر ماهر داریم. بله بله کار میکنه در ساحه دیگه. انشاءالله کارش میشه، انشاءالله تا زمستان خلاص میشه. ما وعده میکنیم، باز ما مکررن وعده ما است که انشاءالله تا آخر تا شروع زمستان ما خلاص میکنیم. بسیار خوب. بیاین که یک چیز را که پرسان بکنم، امی لطف بکنی در مورد دیزاین سرک یک کم معلومات بده. چگونه دیزاین شده؟ اینو میفهمیم 4 سرک هست و در مورد دیزاینش که به شکل مسلکی چگونه هست بر ما معلومات بده. از نگاه موقعیت پروژه که در مرکز شهر است، واقعیت چاروالی دیش، ما خب دیگه نقشه‌اش ندیدیم، دیگه سرک ها جریان داره، چون وقت که سرک جور نشه آدم نمیتونه که درک کنه که چی است و یا نقشه را از نزدیک نبینه. ما خب انجینر هستیم، میپامیرن نمیتونه. خوی دیزاین واقعیت یک دیزاین بسیار مقبول است که ساحه را میگم که بسیار یک واقعیت که بسیار سر از دقت کرده چاروالی و یک دیزاین بسیار مقبول داده که در شروع از این سرک مثلا اولش شروع سرک از اینجا هست؟ از اینجا هست، 5 متر اینجا گلدان هست، همین قسمت، این می قسمتی که ما جریان موقعیت داریم بغل آبرو، بغل آبرو از بین میره. این از بین میره، اونجا کربستون نصب میشه. 5 متر در وسط به خاطر نمی درختا و پای برق گلدان داده. پشت از این یک سرک است، پشت سرک این سرک اومی است، کرجوی است. این او سایه آبرو است، در پالوی آبرو 1 متر باز گلدان خرد است که مقبولی این سایه را در نظر گرفته شده. پشت از این باز یک کرجوی است، پشت کرجوی باز بایسکلوی است، گلدان است ببخشی، پشت گلدان بایسکلوی است که 1.80 متر عرض از این است و به طول تمام سرک بایسکلا از این را رد بدل میشه و در پالوی از او 2 متر 4 متر دیگه پیاده رو است برای مردم که مردم عام از او استفاده کنه که به حساب بیروبار ازدحام زیاد به مردم به سرک رفت آمد نشه. از 4 متر پیاده رو در نظر گرفته شده برای شما. من یک چیز متوجه نمیشم انجینر صاحب، سرک خوینی است. بله بله. بر علاوه از این چند سرک میشه؟ در کل 4 سرک هست؟ 4 سرک هست. 2 سرکی که سابق است، 2 سرک آمد میشه از کوتی سنگی به دیمزنگ. این 2 سرک نو که ما میسازیم میس آمد به از دیمزنگ به کوتی سنگی میشه. یکیش همی است که میسازیم؟ یکیش نیمی است، یکی از آبرو طرف تر است. خب پس آبرو در بین 2 سرک در بین 2 سرک است. بله بله. و در پالوی آبرو 1.20 متر یک خورترک گلدان است که او مقبول این میساحه را که 2 سرک ساخته میشه به خاطر مقبولی از ساحه داره. پس دیزاین را متوجه شدیم، بسیار زیاد گفته شما، به شما بسیار زیاد معلوم است برای چون مسلکی میدانید. بله بله بله. فقط یک چیز را که به من یک ذره سوال برانگیز بود که معمولا در سرک ها آبرو در بین می باشه یا تنها در این پروژه هست؟ مختلف از هر جای نظر به ساحت دیزاین میشه از آبروا، یا در کنار سرک یا در وسط سرک مشکل نداره. خب باز اگر در کنار سرک، اگر در کنار سرک می بود بازی مقبولی یا خوبی که مثلا در پالوی خود جوی است، آبرو است و این آبرو پوشیده است که در زیر زمین سخت پوت میشه به خاطر آبهایی که از باران لینک رودایی که از بالا وصل شده کل زمین میره و در پالویش به خاطر مقبولی از این در پالویش اونم یک گلدان مقبول اثر تا 3 کیلومتر داده که واقعیت مقبولی از این ساحه را برش بینید. خب پس به خاطر همون دیزاینش هست. دیزاین از این انجینرهای داخلی انجام داده؟ انجینر شاروالی هست، انجینر صاحبای شاروالی، بسیار انجینر صاحبای لایق هستند شاروالی. افغانستان انشاءالله از این عرصه، هر عرصه هست، از در طب مثلا، مثلا هر در رشته که مثلا خوانده میشه. ما خوشبختانه چند وقتی که با کسایی که اینجا آمده بود کار کردیم، بلندترین تجربه را مردم داره از داخل از خارج. علمی هر چیز را در افغانستان ما میتونیم بسازیم. از هر نگاه ما آماده هستیم، تیمی تمام انجینری نرسه ما بسیار به حساب لیاقت داره، در باره بسیار درس خوانده. انشاءالله یک
حساب میشه به حساب مردم زنید. 100% همو استعداد، همو خلاقیت ها را افغان ها 100% داره و از این نیروهای ما کشورهای دیگه هم مستفید شد متاسفانه که باید این نیروی خود را در همین مملکت خود باید مصرف میکردیم، ولی باز هم دیر نشده، وقتش هست، زحمت میکشیم تا وطن خود را بسازیم. سلامت باشین، لطف کردین که معلومات های خوب و خبرهای خوش را بر ما و هموطنان ما شریک ساختین. به عنوان آخرین پیامتان بر مردم و بر مسئولین چیه؟ مهربانی خدا شما را زنده داشته باشه، هر وقت بیان ما هر وقت خدمت هستیم. خواهش ما از مردم، از ادارات دولتی است که با ما هم کار باشه. ما نه زور داریم، نه صلاح داریم، نه خوب کار ما و نمی کار چیزی که دست ها مربوط ما میشه کار را پیش میبریم. امروی ما حوصله مندی کنه هموطنان عزیز و کسایی که مثلا در راست ادارات 3-4 ادارات دولتی است در پالوی ما، خواهش ما از این مردم است که ما مردم اهل ساخت ساز هستیم و انشالله با کس بدی و دشمنی نداریم. می آمینیم تمام روز داریم تمام پرسنل، ما گفتم 2-2.5 سر نپر در این پروژه کار میکنه، از صبح تا دیگر اینجا گرمی و سردی زمستان و خاک و تمامش تحمل متحمل میشیم و خواهش ما از این مردم های عام است که چند وقت با ما هم کار باشند که ما بتانیم این سرک به اون نحوه که دیزاین شده، به اون نحوه که مثلا نورما انجینری از توقع مردم است ما رو بسازیم و یک خوشبختی بر ما هم است، بر ما، بر تمام تیم انجینری که ما یک سرک را که مثلا به ایالتی که شما مثلا 2 ماه پیش دیده بودین، 1 ماه پیش، و یک سرکی که شما هر کس از او درستر استفاده کنه و از منصوبین یا مثلا ادارات دولتی که در پالوی ماست در بخش نگهداری آینده از این، چون یک سرمایه اساسی افغانستان سر از این مصرف میشه، از هم تمام هموطنان ما از دریوران که مثلا از این استفاده میکنه استفاده درستر کنه و یه چیزی که ساخت میشه از این نگهداری درستر شوه، مثلا حفظ مراقبت شاروالی یا اینده از این درستن حفظ کنه که مثلا نشه که زودتر تخریب شوه. ما نهایت کوشش خود در این میکنیم که کوالیتی را در نظر میگیریم، سرعت را در نظر میگیریم و خوبی و به حساب نمای درست در نظر بگیریم. خواهش ما از تمام مردمی است که صحیح نگهداری کنند. سلامت. چون این یک سرمایه کل ما شما است، از من نیست، از شما نیست، از اون نیست، از تمام 35 میلیون افغانستان است. تشکر. خوش بیان. هر وقت بیان. مهربانی. که احوالگیر قهرمان ها باشیم، کسایی که با این گرمی، با این دشواری ها، با این سختی ها هنوز هم زحمت میکشن به خاطر ساخت ساز وطن. سلام علیکم. علیکم سلام، خوب است؟ صحتت خوب است؟ بخیر است؟ الحمدلله خود خوب است. من چم سلامت. نام چی است؟ نام ربانی است. ربانی عزیز، چقدر وقت است که مصروف همی کار است؟ یعنی فعلا یک ماه میشه که مصروف از همی کار است. در کل همی کار کارگری را چند سال است انجام؟ یعنی کلان دیگه که کنیم 38 سال میشه که نمی کار مصروف هستن تا 8 سال. خود چند سال است؟ خودم 38 سال است. 38 سال از همین تولد که شدی کار میکنی؟ تولد که به دنیا آمدی دیگه کارگر دیگه خوب سواد که نداشتی مجبور است. همین که نه به دنیا آمدی تو رو در کار رو نه 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 بسی یک رقم گفتی من رو ترساندی که یک نوزاد هم میتونه که بیای کار کارگری. نه نه و هدف تی است که یعنی از وقتی که دست راست چپ خودش شناختی در نمی کار باره؟ کار باره کردیم. بله. تحصیلات نداشتی؟ نه 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 نه. خیر، بیا بر ما از این دشواری ها و سختی ها بگو. با اینم که هوا گرم است و مشکلات زیاد است، چیگونه کار میکنین و روزانه چیگونه سپری میشه؟ والا شکر الحمدلله فضل خدا خوب سپری میشه. نمیجه میم صبح ساعت 6 بجه شروع میکنیم تا ساعت 5 بجه رو نمیجه دیگه چنگا هستم مصروف هستم دیگه. چند ساعت کار میکنیم؟ یکان 10 ساعت یا 12 ساعت نمیت معلوم. این فکر میکنم 2 شفت هست، شفت شب علیده کار میکنم، شما روز کار. بله بله. چی گفتنی داری؟ پیام داشته باشی؟ گفتنی داشته باشی؟ گفتنی ندارم، خواست دیگه نمی وطن ما باشه پیشرفت کنه دیگه، از این کشورهای بیرون خلاشیم، یعنی می نمی گفتنی ما دیگه. یعنی تو کدام خاروزو از ایره نکردی که افغانستان را ترک بکنی بری بگی به خاطر یک زندگی با سهولت در کشورهای خارجی زندگی بکنی؟ کشورهای خارج هم ولی تو سهولت باشه، اونجا هم که میری بیادر صد رقم پوچ باش برت میگه، یعنی کشور خود ما خوب است. دقیقاً حداقل چی میگم، اون نیروی تا خود از جای غلط مصرف نمیکنی، به وطن خود خدمت میکنی. بالکل. حست هم خوب بر ما بگو، چقدر خوشحال هستی که به وطن خود؟ زیاد خوشحال هستم، زیاد هم میگه که کار میکنم نان حلال پیدا میکنم، زیاد خوشحال هستم. آره. مزاحمت نمیشم. زنده باشی. چی امر خدمت بر ما؟ خیر ببینی، آرام باشی. سلام علیکم. خسته نباشین، مونده نباشین. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستی؟ بخیر جانم. بخیر. خوب هستی ان شاء الله. سلامت باشین.
محمدی صاحب جان، در همین پروژه مصروف هستی؟ کار بار چگونه میگذره؟ والا شکر کار میگذره، کار میده ان شاء الله، کار روان است. آه دیگه گرمی هم هست، دیگه گرمی کار میکنی؟ والا گرمی هست، گرمی زیاد هست، مجبوری است. مجبوری است، آه که نکنیم نمیشه. اگر مجبوری نمیبود کار نمیکردی؟ نه بابا، چی میکنیم کار؟ یک دکان واس میکردیم. والا قرار داد فای میشیم. بودیجه نداری که یک دکان واس بکنی؟ نه والا نه بودیجه نداریم بابا جان، قصه نمیجا سر چهار نوک سر چی میشه برو بخیر تمام است. از کاریگرای مسلکی هستی یا غیر مسلکی؟ نه مسلکیش هستیم والا. در کدام بخش کار میکنی؟ بخش قالب کاری نجاری. خب این قالبا رو که بسته کاری میکنن شما میکنید؟ آی کار مو است، آی کار مو است. چند نفر امرایت میاندی والا هم کار هست؟ والا هم کار هستیم، فقط یک دو نفر هستیم فعلا دمیجه. فکر میکنم دیگه کم کارش مونده از این قالب کاری، زیاد شده که انجام داده. والا نیم شده. نیم شده. نیم شده بخیر، نیم شده دیگه ان شاء الله. دیگهش مونده. نیم دیگه بخیر زور بدم خمی یک ماه دیگه تمام میشه کارش ان شاء الله. خنده میگم زند زیاد خنده میکنی، اما تو خوشخوی هستی. والا من استایل ما است. حیسات رفیقایتم دیگه تیر است. ان شاء الله که بچا هم تابع میکنم. دم خانه می رقم خویم از دم بیرون هم تو خوی است. خدا چقدر خوب است کسایی که کت خودت سر کار دارن ساعتشان تیر از دیگه ایچ تو دق نمیاره. نه بچه ها انشالله دق نمیاره کرم و که باشه خوشت انشالله ترش می لگه. تو در جریان کار حتما گپ هم می زنیم، خنده هم می کنیم، یکان فکایی، یکان خنده و شعر و گپ ها نگه هست. آجان جان شعرگویی ها فکایی ها دیگه گفته یکان تو قصه هست که نشه باد نمیشه. ازت خواهش کنیم به ما هم کدام شعر فکایی چیزی میگی؟ متاسفانه نه. به ما نمیگی؟ نه لالا نه. از به می کمره نمیگی؟ نه به این کامرام نمیگم، نه جانم. بخیر باشی، سلامت، در کار بارت موفق باشی. باز در پروژه براتون نانم داده میشه؟ سهولت هایی که شما دارین چی هست؟ والا نان ماشاءالله نان خوب است، دو وقت نان میتا واقعا نان وقت خونم خوب نان خوب است. ما شون دیگه مادم ما هست دیگه ان شاء الله دیگه هم بخیر صبح دیگه تو ماشون پوره میشه، ماشون میگیریم که تپ خوش کټه کټه خرچ میکنیم بخیر بر تک تک خدا. آ دیگه اولاد دار هستی؟ آ جان اولاد دار هستم شکر. کټه کټه در کجا خرچ میکنی؟ یانه نمی خونه خرچ میکنی که مال خرچ میریم. این می روزه که ماش میگیری دیگه چقدر خوشحال میباشی؟ واقعیت والا روز مونده با ماهانه است شرکت ما. با ماهانه خوب است، که پیسای کمتم چیز نمیشه. نه کمتم چی جور نمیشه. ما هم مثل خودت هستم، روزه که ماش پوره میشه دیگه باز یک قصاص و خوشی میداشته باشه که پیسه رو بگیریم، اما کلش خرچ میشه. خرچ میشه، خرچ قیمتی است بابا. قیمتی است والا دیگه چند هزار که میگم مکمل کلش میخوانه میره دیگه. پس انداز نمیشه. خیر، بازم شکر از همی که زنده باشی. زندگی میچلن. آه تشکر، زنده باشین، قربانتون، خدا حافظ جون. سلام علیکم. و علیکم، جور بخیر. ساعتتان خوب است، بخیر هستی؟ باش، شکر. میشه خدا معرفی بکنید؟ اسمم لطیف رحمان هستم، انجینر مخابرات. من متوجه شدم خودت هم در همی پروژه یک رقم مصروف بودید. این پروژه کدام سهم هستی، کدام سهم داری خودت؟ بله چرا نه، ما فایبر نوری ما از همین مسیر تمدید گردیده از مرکز مخابرات به می مسیر رفته که تو براتون بگویم که حتی به میدان شهر و غزنی و قندهار از همین مسیر ما به دیگه ممالک هم کنکت هستیم. این رنگ القوی افغانستان است، فایبر نوری مربوط به افغان تلکام. فعلا اینجا ما آمدیم که مراقبت از این فایبرهای خود بکنیم که قطع نشه، اگرچه آسیب نبینه، اگرچه با ما یک کمی مشکلات ایجاد کرده. خب باز هم خوش هستیم از این که این سرک عامل منفس با مردم و با می کشور یعنی یک کار خوب است. بله دیگه همین مشکلات مردم چرا که بیروبار محترم زیاد شده، نفوذ زیاد شده، سرک خوب گپ است که جور شوه و ما در این خوش هستیم. صرف با ما صرف همه که فعلا با این فایبر نوری ما یک همین مشکل ایجاد کرده که در این مسیر تمدید گردیده دیگه کدام مشکل نیست، خوش هستیم از این. بسیار خوب، من میخواستم پرسان بکنم قسمی که شما هم گفتین که مسیر عمومی هست، یعنی جایی هست که به شکل ترانزیتی بر تمام ساحات از همینجا توزیع میشه. تا به حال کدام آسیب دیده این فایبر نوری تون از این قسمت یا خیر؟ نه خیر، در قسمت فایبر نوری ما که عمده کیبل عمده ایم است مشکل ایجاد نشده تا فعلا، صرف بعض منحولای ما در مسیر آمده او را ما از همو به حساب تکنیک خود فایبرگلس میمانیم، از منحول تیر میشیم فعلا که ای کار ما کار سرک هم توقف نشنه، مشکلات ایجاد نشد. که بلای فرعی ما که با مثلا با وزارت
تحصیلات عالی یا بانتون کابل تمدید گردیده اونو قطع شده. خوب ما یک مشکل کلان نیست، پس او را وصل کردیم. فقط یک چیز را بر ما بگوین که فایبر نوری جایش انتقال پیدا نمیکنه، یعنی همیج جای به جای میباشه و بالایشون هم کانکریت ریزی یا که ریزی که صورت میگیره این در همی زیر هنوز هم میباشه. بله فعلا خوب میباشه، چرا که کبل تو نیست که مثلا کبل یادی باشه که ما دفعه تنری بگیریم دگست رو ببریم. انتقال دادنش کار دشوار. کار بسیار دشوار است. ما در اینده میخواهیم که یک پروژه دگه بسیار کلان است که بگیریم گیره در او طرف سرک در پیادره و انتقال بتیم تمدید کنیم. خوب وقت کار داره، فعلا نمیشه، فعلا دمی مسیر است. و یا گفتن انجینر صاحبای سرک سازی و شهروالی میگن که کبل فعلا دمی گلدان میه، وقتی که در گلدان بیه باز ما مشکل نداریم. دقیقا اگر در گلدان باشه مشکل نیست، اگر احیانا در آینده ها تصمیم به این شود که شما انتقال هم بتین باز کار دشوار نمیشه. نه باز چون دولت است دیگه، انشالله هم یک کاری هم بلمنفست و پروژه داریم، مخابرات میتونه ایره تمدید کنه از دیگه در مسیر پیاده رو دیگه. از ساخت سرک بر ما بگوین چقدر خوشحال هستین و ایستان نسبت به می آبادی ها چی هست؟ والا آبادی خوکشه و ای با ملک ما بسیار خوب است، با مردم ما اگرچه یک نقص میایه، وقتی یک کار خوب میکنی نقصان داره، کمی در پالویش هست، در صورت عموم خوب است. هرچی که ملک ما جور شوه، سرکای ما کلان شوه، خوش هستیم دیگه، خوب گپ است، مشکل نیست. از خودت به خاطر کنترل فایبر نوری افغان تلکام؟ بله همه روزه ما مراقبت میکنیم، چون در مدیریت حفظ مراقبت هستیم، ما باید از کیبل خود مراقبت بکنیم روزمره که کیبل ما قطع نشه. این کیبل که قطع شد تمام اینترنت و وایس و دیتا افغانستان قطع میشه دیگه، مشکلات است. هم یک مشکل. سلامت باشین، یک جان سپاس، شکر شما. السلام علیکم. خوب هستین؟ سلامتان خوب است؟ بخیر هستین؟ خیر هستم انشاءالله. سلامت باشین. نامتان؟ نام من سید احمدی اشرفی. بسیار خوب. اشرفی صاحب چی مصروفیت داره؟ مصروفیت دیگه ما دکتر دندان بودم، فعلا متقاعد هستیم، در خانه می باشیم. بسیار خوب. دکتر صاحب امروز همین دکترای دندان هم زیاد شده، هر کسی دکتر دندان است، ولی کی چقدر مسلکی هست پیدا کردنش یک ذره سخت است، مشکل است. درست که اصلا در رشته دندان کسی کتگوری است، یکیش دکترای استوماتولوگ هستند که وا جرای وج فک می باشند، دکترای دندان هستند که وا دکتر متخص خودم پرکاری و ساخت دندان و همچنان تدیه خود جاف دهن است. و دوم چیز سیومش که هست که پروتزیان هست که تنها دندان ساخته میتونن دیگه تداوی چیزا که نمیتونن. انشالله که خداوند توفیق بده به تمام دکترها که بتونن به شکل مسلکی خدمت به هموطنان ما بکنن. در همین منطقه زندگی میکنید؟ ما فعلا در کوته سنگی زندگی میکنیم. بله. در این تخریبات خو نبود انشالله خانواده؟ ما دیگه در لب سرک میه انشالله. همین نزدیکا خانه تان است. چقدر خوب. نظر شما در مورد ساخت سازی است که ساعت زیاد تخریب شد و بالاخره کار ساخت ساز سرک شروع شده و یکم یک مدت وقت به خاطر تخریبات توقف یافته بود، ولی امروز بازم ما قسمی که از جریان خبر داریم که کار به خیر، کار ساخت ساز شروع شده. نظرتان چی هست؟ درست که تقریبا از ماه مبارک رمضان خلاص شد، بعد از این تخریبگاری از خود مردم شروع کردن، به خاطر که نایا خبر داده بود که این تا این اندازه را شما تخریبگاری کنین. متاسفانه که البته مسئله داری چیز تال خورده بود دیگه، تخریبات اول خود مردم کردن. حال فعلا که همون شرکتی که شاروال کابر کتشتی کرده باید قرارداد کرده همون ادامه داره. ما باز خود شاروال کابر بسیار خوش هستیم که در ساخت و سرک و پارک و همین تعمیر بسیار تغییرات فوق العاده آمده. کامیابی و موفقیت از خداوند جلالشان رو تمنا می‌کنم. بشک انشاءالله. به نظرتان که ساخت از این سرک چقدر ضروری بود؟ 100% به خاطر که نمیان شما ببینید که سرک ها بسیار، گرچه که سرک کلان هم است مگر ساعت ها بند می باشه، را دیگه سرک ها اون طرف مثلا 60 متر است، این طرف 40 متر بود.
حالی سرک کلان شد دیگه این رابندی از بای میره یک در سرک ها میسار سابقه سرک بود یک موچ و کپرک داشت که انشالله که ایره چنانچه که از طریق سخنگوی شهروالی ما شنیدیم یک سرک بسیار فوقلاده است که در سطح شهر کابل اولین سرک شاید باشه که بسیار مقبول باشه. نظیری دیگه کابل نیست؟ نیست انشالله. چقدر خوب انشالله که بخیر شوه و ارزش خانه هایتان هم بلند میره دیگه؟ ساعتی تا چطور نیم اصلا ما در خط دوم قرار داشتیم ولی در خط اول میم دیگه خودتی میشه. قواله جات ایسا چی هست؟ قواله شرعی؟ قواله شرعی است. بله قواله شرعی است دیگه یه مطاق با پلان شهروالی بود. البته در پیش خود شهروالی موسای استملاکی بود بخاطر که از این وقتی که ما اینجا خانه داشتیم میگفتن که سرک کلان میشه کلان میشه مگه میشه حکومت موفق نشد که کلان کنن یعنی از گذشته ها میگفتن که این باید پروژه تطبیق شد 50 سال پیشتر که یادم میاد که سرک کلان میشه اما متاسفانه که نشد این دوران حکومت امارات اسلامی فضل خدا که عملی شد یعنی خوشبختانه تطبیق شد این در گذشته ها به نظرتون چرا تطبیق نشد؟ خب مسئله زورگویی بود و قدرت و طلبی بود که نمیخواست خانه در سرک بره و مثلا خراب شد بخاطر چند فرد زورگو یعنی آه بله و در پولیش هم میجا به حساب دکان ها بود هر دکان 40,000 30,000 کراش بود 40,000 میجا موبایل فروشی از $1,000 کراش بود یا دیگه خود که نمیموندن که آقا شد خوب. بخیر باشین. وقت نماز تشکر. تشکرم شما شما زنده باشین. سلام. سلام علیکم. سلام برسه چی حال خوب است؟ صحتت خوب است جانک؟ آره صحت خوب جانک. نکای چی کمم؟ زنده و سلامت شما ایتان مقبول است. بخیر باشی. نام چی هست؟ چی مسئله داری؟ اسم محمد محسن هستم. معلم هستم در یک مکتب خصوصی. معلم هستی در یک مکاتب خصوصی؟ بله بله. در همین منطقه زندگی میکنی؟ در دولمان زندگی میکنیم. خب. خواستیم نظرت پرسان کنیم در مورد ساخت از این سرک و این سرک قرار است از سرک از قسمت دیمازنگ الی کوتسنگی چهار سرکه شوه و سرک زیبا شوه نظر چی است؟ نظر نیک است ولی کار خوب است که میکنن اقدام خوب است که میکنن چون یک ذره مردم در اول یک ذره مشکلات می داشته باشه انشالله که داینده آینده خوب می باشه سرکا کلار میشه با نفع کشور ما شما دقیقاً اولش یک کم دشواری ها و سختی های خود را داره ولی انشالله که آینده خوب داشته باشه و بتونه که مردم ما به شکل درستش از این سرکا استفاده بکنه زنده باشی این مسیر حتما بلد هستی که در این مسیر چقدر ساحات بود که تخریب شد مارکت های تجارتی بود پارک بود تانگ تیل بود و اما تو سایر دوائر دولتی و خانه ها بود بله. تمامش بخاطر همیجه تخریب شد حتما اینجا بلد است بله نیسایی از میگه دیمزنگ تا کودیسنگی را بسیار سایر دولتی و جای تجارتی سایر تجارتی بود که تخریب شدن چون به نفع مردم کشور است باید هم یک قربانی را باید بتن یعنی اینقدر تخریبات به نظرت ارزش ساخت همی سرک را داره؟ البته که داره چون ازدهام است کلان شد به نفع کشور است چون سرک کلان است از چندین ولایت در این را باید مسیر شانت گشت گذار میکنن باید کلان شد سمت بشی کجا رونده بودی؟ ما پس طرف دالمان میم چون بیری بارک بود ازدهام است اگر سرک قرار شد ازدهام نمیشه پس دور کنید که بریم طرف دالمان بخیر بری ازدهام ها گفتی این سرک واقعا که ازدهامش زیاد است همیشه وقت تو رست نه نه روز اگر نه روز رسمیات است ولی با هم ازدهام زیاد است موتورها با ساعت ها اینجا ترافیک می بله بله زیاد ها بیری بارک از چندین ولایت دمی مسیر میرن و کوشش دارد می به می خاطر کردن علتش همین بود که سرک کلان باید کنن ان شاء الله بخیر سرک ساخته شه که نمی ازدام دیگه بخیر از چی می بخیر ریشگم شه ان شاء الله که بخیر میشه ان شاء الله توکل به خدا در مکتب چی گپ هست در مکتب قرار به خاطر یگانه تشویش مردم نیست که مکاتب دخترانه و میلاشن اینو تشویق میشن خوب است که پیدا کردیم خودت گفته میشه که در مکاتب خصوصی بر دختران مکاتب باز شده میتونن که درس بخونن تا فعلا خانه شده خب مدرسه هست که صنف اول تا صنف 12 دخترها رو میپذیرن نگمو بعد درس های دینی درس میتن مطابق کدام شرط شرایط اصول هست چون حجاب اسلامی باشه مطابق مو چیزی که از طرف وزارت معارف مو حجاب را چیکن امور مراد کنن مگه درس میتن بله یعنی در مکتب شما فقط تا صنف 6 دخترها میتونن درس دخترها تا صنف 6 هستن بچا تا صنف 12 هستن بله پیام شما منیسی یک معلم منیسی یک آموزگار چی هست برامی در مورد امی موضوع مکاتب دخترها چون البته که علم برای زن و مرد فرض است اگر بهت شبک حکومت می کار را کنه که دخترها را اجازه بدن به تحصیل کردن کار خوب بهتر خوب تر است چون چه یک جامعه ضرورت به دکتر دارن به هر سو حساب دارن از طبق قانون ما شما میتونیم که دکتر داشته باشیم چی یک پیامه واقعا که پیامی است که
امروزه نیازمند هست که باید همچو کار تطبیق شود و اصولی شود که بتونن دختر خانم ها هم به تسهیلات خود ادامه بدن. بخیر باشین. زنده و سلامت موفق باشین. همتانان عزیز ان شاء الله که بخیر به زودی آبروا اینجا هم تمام شود و ساخت و سازی سرک که اینی ازدام را که ما و شما بیننده هستیم دیگه بخیر گم شود و ما ساعت ها در ازدام بند نمانیم و در سایه که ما قرار دارم ساحه از بزرگترین مارکت های تجارتی کوتی سنگی بود که به خاطر ساخت و ساز زمین سرک تخریب شد. آرزومند هستم که از این برنامه ما هم که مرتبط به ساخت و ساز سرک دیمزنگ هلاک کوتی سنگی بود خوشتان آمده باشد. تا برنامه بعد که من روح لاپ برزی بازم در خدمت شما قرار میگیرم، شما رو به خداوند یکتا بسپارم. شاد و خرم و سربلند باشید.